تمرد شیطان و سجده ملائکه محقق شد که عرض کردیم به تعبیر روایات سجده ملائکه بر آدم به عنوان اکرام و طاعت آدم بود، یعنی در خدمت آدم قرار گرفتن ملائکه. لذا همه ملائکه و قوای مدبره عالم که در تدبیر نظام عالم هستند در خدمت آدم قرار گرفتن و انسان قرار گرفتن تا به رشد و کمالشون برسن و شیطان سجده نکرد، یعنی عداوت انسان رو به دل گرفت و در مقابل انسان قرار گرفت و در مقابل خط کمال انسان قرار گرفت. لذا شیطان با این نگاه از اولین نقطه عداوت رو آغاز کرد. اولین نقطه عداوت با شیطان آغاز شد، مقابل انسان قرار گرفت. مقابل انسان قرار. قبل از اون عداوت معنا نداشت، یعنی در قبل از خلقت آدم و ابتلای ملائکه و شیطان به آدم دو خط در کار نبود، یک خط در کار بود که خط هدایت بود. لذا شیطان هم ابلیس هم در کنار ملائکه به عبادت می پرداخت. اما وقتی که اون خط ابتلاء به جریان آدم و اختیار و اون امتحاناتی که مربوط به این است پیش میاد، اون موقع خط ضلالت و هدایت پیش میاد که شیطان انتخاب کرد با اون که از کان من الجن، از جن بود و بودنش از جن به او قوه اختیار رو میداد، منتها خب البته جنیان در مرتبه ضعیفتری از انسان به عنوان موجود صاحب اختیار هستن، نمانند قوت انسان. کان من الجن هرچند که جزو سران اونها محسوب میشد و بزرگان اونها محسوب میشد و بعدن هم که خودش شد یک در حقیقت قبیله و امت عظیمی که حالا ایشالله تو روایات شریف که میخونیم معلوم میشه که تعداد شیاطین تعداد عظیمیست و کم نیستن و لشکریان زیادی دارند که خطر اونها رو برای انسان جدیتر میکنه. اینجور هم نیستش که ما با خیال راحت باشیم. این شیطان، ببخشید میونه کلامتون، شیطان رو بخ یعنی یارکشی کرد؟ نه، آدم جمع که برای خودش بعد از اون که اصلا یکی از تقاضاهاش وقتی که حالا تو روایت شریف ایشالا عرض میکنیم که به عرض حبوط کرد، از اونجا در روایت دارد از خدای تعالی خواست که هر فرزند آدمی که به دنیا میاد در قبالش دو فرزند خدا به او عطا بکند. یکی این بود، یکی هم یارانی بود که از خود انسانها میگرفت جذب میکرد. یعنی غیر از اون که خودش توانایی هایی که حالا چرا دو فرزند خدا به عطا کرد، حالا ایشالا تو بحث تفصیلی ایشالا عرض خواهیم کرد. بعد از این که جریان تمرد شیطان از سجده بر آدم محقق شد، مخاطب شد به خطاب الهی که چرا سجده نکردی و عصیان کردی، که اونجا عرض کردیم بارز کرد اون حقیقت درونیش رو. گفت اگر این آدم هر موقع هم شما بگی به من که بر این سجده کن، بر این سجده نخواهم کرد، لم اکن، هیچگاه بر این سجده نخواهم که نفی ابد کرد که هیچگاه بر این آدم من سجده نخواهم کرد، که مرحوم علامه از این استفاده کردن از ظهور این آیه شریفه که شیطان این حقیقت شقاوت و تمرد از خدا در ذاتش وجود داشت و اظهار کرد، و الا بحث این بود که لا از شد سجده نمی کنم. سجده نمی کنم عصیانه، اما نه عصیانی که بگه هیچگاه سجده نمی کنم. یعنی اگر شما هزار بارم بگی خدای تعالی، اگر هزار بارم بگی سجده کن، من نمی کنم. ریشه در وجود، ریشه در ذاتش پیدا که یک صفت نبود، یک فعل نبود، ذاتی شده بود. اللهم صل علی